ای نیک. ای تواناترین، ای تواناترین، تواناترین، از فراز ستارگان به سوی زمین اهور آفریده بشتاب. بشتاب ای نیک. به پایین روانه شو و دیگر باره بدین جای بازا. بدین جای بازآی ای تواناترین. وانگاه به پیکر دوشیزه زیبا برومند، کمر برمیان بسته، راست بالا، آزاد نژاد، بزرگوار، موزهای درخشان تا مچ پا پوچیده و به استواری با بندهای زرین بسته روانه شد. آن تواناترین اوست که به گردونه نشسته، لگام به دست گردونه می راند. روان جویای ناموریش اینچنین در نهاد خیش اندیش کنان است. کدامین کس مرا نیایش کند؟ کدامین کس؟ اوست دارنده هزار دریاچه و هزار رو. ای نیک، ای تواناترین، مرا کامیابی ارزانی دار. او از سوی آفریدگار مزدا برمیخیزد. آن نیک، آن توانا. آن نازنین بسیار نیرومند روان در نهاد خیش چنین میاندیشد. کدامین کس مرا نیایش کند؟ بازوان زیبا و سپیدش به زیورهای باشکوه زرینی آراسته است. اوست برومندی که در همه جا بلند آوازه است. ای نیک، اینک مرا پناه بخش، اینک مرا پناه بخش. مرا این کامیابی ارزانی دار که من همچند همه دیگر ایرانیان از پیروزی بزرگ بهره‌مند شوم. اوست برومندی که در همه جا بلند آواز است. اوست که در بسیار فرهمندی همچند همه آبهای روی زمین. روز 11 اسفند روز خور است که اول گهنبار دوم می باشد و آخر آن روز دیب مهر است که مدیوشمگاه نام دارد و در این روز خداوند آب را آفرید. خرداد آب را به خیش پذیرفت، سپس آن را به تیر سپرد و به یاری فروردین
که فروهر پرهیزگاران است به بادش سپرد. باد هم آن را به نیکویی به سرزمین‌های دور راه بر شد. و از طریق آسمان آن را به همه جا رساند و به مدد ابر بر جهان بباران. ایرانیان باستان آب را یکی از ایزدان مقدس می شمردند و آن را تقدیس و تکریم می کردند. نقش آفرینندگی و زایایی آب از روزگاران کهن برای ایرانیان باستان شناخته شده بود. چنان که آبان یشت که یکی از بلندترین یشت‌های اوستاست به توصیف و ستایش آناهیتا اختصاص یافته. ایزد بانو آناهیتا سرچشمه همه آب‌های روی زمین است. او سرچشمه و مایه همه ثمربخشی‌ها و باروری‌ها است. آناهیتا حامی عشق پاک و بی‌پیرایه، اساس پیمان همسری و تشکیل خانواده های سالم و پاکنهاد. او از عشق پاک در برابر شهوات آلوده و از خانواده پاک در برابر بیبندوباری، هرزگی و پتیارگی دفاع می کند و پاسدار شرافت و پاک روانی و بیالایشی است. سنت ها و باورهای مربوط به تقدس و ارجمندی آب هنوز هم میان ایرانیان دیده می شود. اینجا 5 کیلومتری جنوب شهر چرام و 1 کیلومتری قلعه کره شهبازی در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شوخ و شنگ حیات بخش، این آب جاری که نهادش از چشمه مقدس روان است. چشمه‌ای که در زمان ساسانیان از جمله چشمه‌های مقدسی بوده که به الهه آب آناهیتا تقدیم شده است و پس از ساسانیان نام بلقیس به خود گرفته. امروز چشم بلقیس چرام خوانندش. چشم بلقیس بجز ماهیت قدسیش ساختار گلشنگونه ای دارد.
کاشت درخت پیرامون چشمه با توجه به آثار به جای مانده در بالا دست چشمه به همان دوران ساسانی باز می گردد. در سال 1334 شخصی به نام اسکندرخان چرامی مالک وقت چشمه اقدام به کاشت نهال‌های جدیدی می‌کند. غالب درختانی که امروز دیده می‌شوند به دست اسکندرخان کاشته شدند. اسکندرخان با جستجو در سراسر ایران و حتی کشورهای همسایه گلها و درختانی را برای کاشت در گلشن انتخاب نموده است. چنانچه برخی از گونه‌های موجود مانند مرکبات از گونه‌های بومی منطقه در آن زمان محسوب نمی‌شدند. پوشش گیاهی این گلشن شامل اوکالیپتوس، چنار، سرو، بلوط، نخل ساحل، کاج، تبریزی، سدر و دارای درختان متنوع میوه‌ای چون گردو، گلابی، انار، سیب، لیمو ترش، خرمالو، پرتقال، نارنگی، انجیر، انگور، نارنج و نخل میباشد. همچنین در این گلشن بوتهای گیاهی گوناگون و گلهای تزئینی مختلف به چشم می‌خورد. در این خاک، در این خاک خشک، هر کجا آبی، چشمه‌ای، جویباری جاری است، حضورش حیات است. در این حیات مردمانی به ستایش و حق‌گزاری مشغول. نام علی مقدس است و ذکر دلهای خسته. و آنجا که نوبت حق‌گزاری و ستایش این مایه حیات می‌رسد، این نام شایسته‌ترین است، سزاوارترین. چشم علی شمال غربی دامغان مسیر دامغان کیاسر ساری
در زیر این کوها آبی روان است که مظهرش چشمه علی است و از نعمت وجودش گلشنی ایرانی اینجا پای گرفته است و بانی آن را فتحعلی شاه قاجار می داند. محل تولد فتحعلی شاه مولودخانه دامغان است. از این رو او علاقه وافری به دامغان داشت و اینجا سراپرده ساخت گلشن ایرانی را امر کرد و پس از ساخت بنا دستور ساخت مسجدی را در مجاورتش داد که امروز اثری از آن نیست. و این بنا که به دست آقا محمد خان ساخته شده و پس از آن چند بار بازسازی شده به عنوان ورودی گلشن شناخته می شود. پوشش گیاهی گلشن ایرانی چشم علی را بیشتر درختان تبریزی و چنار تشکیل می‌دهند. گلشن ایرانی چشم علی با دریاچه و کوشکی که در میانش قرار دارد در شمار چشم گلشنهای ایرانی است. گویند در سال 200 هجری قمری از مدینه عازم مرو بود و شبانگاه در اینجا توقف کرد. برای نماز صبح تیمم کرد و آب جوشیدن گرفت. از این روی قدمگاه نامیدندش و مقدسش شمرد. این چشمه را از کرامات علی ابن منصر رضا علیه السلام می دادند. نظر می کنند و دعا می خوانند و گویی تا این چشم روان است کرامت آن حضرت جاری است. چشم گلشن قدمگاه نیشابور در میان کوهستان بینالود رو به سوی دشت نیشابور
24 کیلومتری بیرون از شهر به سمت مشهد مقدس واقع شده است. بنیان بنایش را به شاه عباس اول منسوب می دانند که در دوره‌های بعدی در زمان شاه سلیمان صفوی و ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است. آخرین بازسازی مربوط به سال 1350 است. در معماری ایرانی نحوه ورود به فضاهای مذهبی یا زیارتی متفاوت از نحوه ورود به گلشن ایرانی است. برای ورود به مکانهای زیارتی، زائر به صورتی تدریجی از فضاهایی عبور می کند که آمادگی ذهنی لازم را برای حضور در آن مکان به دست آورد. در حالی که در گلشن ایرانی اگر پیش فضایی واسط وجود داشته باشد، به هیچ وجه قصد ایجاد آمادگی ذهنی نیست و بیش از هر چیز صرفاً عاملی برای تشدید تأثیر فضای گلشن است. لیکن مجموعه قدمگاه ویژگی نحوه ورود به فضاهای مذهبی و زیارتی را به شکلی بسیار متفاوت و با مقیاسی بسیار وسیع‌تر در بر دارد. در این مجموعه ذهن زائر به صورت مرحله‌ای آمادگی رسیدن به فضای مقدس را پیدا می کند. معماری چشمه قدمگاه بسیار شبیه به الگوی آتشکده ها و چهارتاقی های خارج از فضاهای شهری در دوران قبل از اسلام است. فضای مقدس نگهداری آتش در زیر یک چهارتاقی و مشرف به جاده اصلی که فضای اطراف آن کاملا باز است قرار داشته. در گلشن قدمگاه چشمه جایگزین آتش می شود و زیر چهارتاقی قرار می گیرد. بنای بقعه قدمگاه نیشابور شباهت کاملی به بنای بقعه خواجه ربیع دارد. چهار ایوان بزرگ، هزارهایی با کاشی‌های هشت گوش ممتاز، کتیبه‌ای با خط سولز که نام نویسنده در پایان العبد محمد حسین ثبت شده است. گلشن ایرانی قدمگاه نیشابور استراحتگاهی در میان راه برای زائران مشهد مقدس نیز به شمار می رود. جای جای قدمگاه درختانی از چنار، کاج، توت، گردو و زبان گنجشک سایه افکندند. دو کاروانسرا، آبنبار، چپارخانه و گرمابه در زمان شاه عباس اول ساخته شده بود که تنها یک کاروانسرا و گرمابه
از این مجموعه به جای مانده است. چشم گلشنهای چشم بلقیس، قدمگاه نیشابور و چشم علی سه نمونه از چشم گلشنهای مقدس ایرانی هستند که در طول تاریخ تغییرات اساسی یافتند. اما آنچرا که همچنان در خود نگاه داشتند، همانا سپاس و حق گذاری مردمی است که هماره آب را سرچشمه حیات خیش می دانند.